خشونت علیه زنان در رژیم آخوندی همونطور که شاهدش بودید هر روز ابعاد جدیدی به خودش میگیره. اما اوج خشونت رو میتونیم در قتل‌های ناموسی و قتل‌هایی که امروزه تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای از اونا برده میشه که در روزنامه‌های حکومتی هم گفته میشه به خوبی ببینیم. اما سوال اینجاست که آیا خشونت‌های حکومتی و این جنایت‌ها اعمالی بی‌ربط به همدیگه هستند؟ یعنی اینها اعمالی مجرمانه است و تنها به یک مجرم برمیگرده، یا اینکه این اعمال یک زمینه دارند و باید علت رو در زن ستیزی و قوانین حاکم بر جامعه پیدا کرد؟ در این رابطه گزارش کوتاهی تهیه شده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. در حکایت ها آمده است که روزی مرد مسافری از شهری گذر می کرد. مسافر با دیدن درهای قفل و مردم غمگین شهر متعجب شده و از رهگذری سوال کرد: ای نیکو صفت، بر این شهر چه گذرد که اینطور درها قفل و مردم از هم روی برمیتابند؟ رهگذر در پاسخ گفت: ای غریبه، این شهر شهر دزدان است، از این روز که درها قفل و مردم این چنینند. مسافر گفت: این مشکل آسان حل شود، دزدان بگرفته و به دست قاضی و گزمه ها دهید. رهگذر آهی کشید و در پاسخ گفت: قاضی خود سردسته دزدان است. حکایت بازگو شده در علوم سیاسی و اجتماعی به صورت قانون زیر تعریف می شود. سعادت و تکامل یک جامعه بستگی به آن دارد که با چه دیدگاهی به جامعه نگریسته می شود و چه قوانینی بر آن حاکم است. در ایران تحت حاکمیت آخوندها، اگر تنها به بررسی وضعیت زنان بپردازیم، به همون شهر غمزده با قاضی دوست خواهیم رسید. شکستن حرمت زنان که با به قدرت رسیدن ارتجاع با شعار یا روسری یا توسری آغاز شد، در ادامه خود به ضرب و شتم زنان در خیابانها به بهانه بدحجابی توسط ماموران سرکوبگر انتظامی و قتل آنها در قالب قتل‌های ناموسی و زنجیره‌ای رسیده است. قتل‌های زنجیره‌ای زنان پدیده نوظهوری است که از دهه 70 در ایران پدیدار شده است. قتل‌های محفلی کرمان توسط فرماندهان بسیجیان مسجد ارگ کرمان، قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد توسط یکی از فالانژهای رژیم به نام سعید حنایی، جنایت‌های خفاش شب در تهران، قتل‌های زنجیره‌ای کانال آب ورامین، قتل‌های زنجیره‌ای زنان تنها در آپارتمان‌های فروشی و قتل‌های زنجیره‌ای کرج نمونه‌هایی از این پدیده شوم هستند. بالغ شدن توحش به جنایت را باید در زمینه‌سازی‌های آخوندها و مرتجعینی دید که زنان را باعث فساد و آلت دست دشمن معرفی می‌کند. آخوند علم الهدا، نماینده مجلس خبرگان رژیم برای تحریک مزدوران رژیم جهت سرکوب زنان به بهانه بدحجابی فریاد می‌زند: بی‌حجاب جاسوس مزدور بیجیر مواجبی است که ابزار دست استکبار شده تا سفره دین را از زیر پای جوانان جمع کند. تمام مردم مسلمان باید با آن برخورد کنند. و یا آخوند طباطبایی، امام جمعه رژیم در اصفهان که مثل همه ایادی رژیم توان دیدن یک بیهجاب را هم ندارد، میگوید: بیهجابی نوعی مخالفت با نظام و انقلاب محسوب می شود. به همین دلیل خلع حجاب شدن زنهای جامعه ما، خلع سلاح شدن ما در مقابل جنگ فرهنگی دشمن است. به دستور رئیس راه و ترابری رژیم در استان کرمان، ورود ارباب رجوع زن به این اداره ممنوع می گردد و در توهین به زنان و مجازات جوانان که آنها را عرازل و اوباش می نامند، به عنوان تحقیر لباس زنانه بر تن آنها کرده و آنها را در خیابانها می گردانند.